برید دفتر. سما دست گل سفارش میدی و روی کارت ها بنویس بلا بدور. شایع مرگم احتمالاً بلوا به پا میکنه و همگی موکلا نگران میشن و برای کارشون استرس میگیرن. اینجوری یکی یکی میان و انصراف میدن. باید خیالشون رو راحت کنیم که همه چی تحت کنترله. برای همه مشتری‌ها یه بسته شکلات بفرستین با ذکر اسم و روی کارت‌ها بنویسید از صبوری شما سپاسگزارم. نوح رئیس برگشته. شما با ما در امانی. فکر هوشمندانه؟ حفظ مملکت پیش از فروپاشی. اگه مردم فوراً خبر اعلام نکنید. بله؟ آدمایی که من پرونده‌شون رو گرفتم میان و دفتر رو با آتیش میکشن تا یه وقت رازشون به بیرون درس پیدا نکنه. نه ایشالله که زنده میمونی ایشالله. خلاصه اصلا نمیذاری کسی بویی ببره تا وقتی که مطمئن بشید یاسمین از کشور خارج شده. نه بابا تا این ها؟ آره چون میدونی که این رازها توی خونم هم هست و شاید فکر کنن من در مورد کارشون به یاسمین گفتم. خلاصه مطمئن بشید من خارج کشور یه حساب باز کردم که اون خبر نداره. هر کدوم از شماها سهمی رو که براش گذاشتم برمی‌داره. به نظرم بهتره که از کشور برید. اگرم دوست داری رای منو ادامه بدی برو دفتر و همه پرونده ها رو کپی بگیر چون حیرون میشی که ممکنه به کجاها تو رو برسونه. تو واقعا داری این حرفا رو میزنی؟ یا داری بلوف میزنی تا قانعم بکنی؟ مشکل اینه که تو نمیدونی نور رئیس گیه ورزش اون دفتری که من توش کار میکنم چقدره.